دقیقه های گرانبها ها. حسن بصری رحمه الله می گفت ای فرزند آدم پراین تو این روزها هستی، اگر یک روزی تو رفت پس بعضی آن رفته است و وقت تو همان عمر تو است. البته آن رأس المال حقیقی است، برای آن که محدود شده است، اگر رفت دیگر باز نمی گردد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دو نعمت است که بسیار مردم از آن زیان می بینند، یعنی از آن کم استفاده می برند، و آن دو نعمت تندرستی و فراغت است. حدیث با روایت امام بخاری. این دو نعمت است که مردم قدر آن را نمی دانند، فایده نمی گیرند، و این اشاره بر آن است که این دو نعمت را غنیمت بدانیم و حفظ کننده آن باشیم. ماه رمضان در یک سال یک ماه است که به مثل ابر خیلی با سرعت می گذرد. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود روزه داشتن در چند روزی شمرده شده است، سوره بقره آیت 184. لیکن الله سبحانه و تعالی در این ماه شبی را گذاشته است که آن شب بهتر از هزار ماه است. هر آینه این روزهای ماه رمضان روزهای کم است، پس آن را غنیمت دانسته بیهوده صرف مکنیم. بسیار تلاوت قرآن کریم و ذکرهای الله سبحانه و تعالی را بکنیم. سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجرا کرده نمازهای نفلی بخونیم، دعاهای نیک بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. در همه احوال از الله بترس، در آشکارا و در پنهانی دست به گناه مزن. و برادران مسلمانت نصیحت بکن، آنها را به نماز دعوت بکن. این وقتهای با فضیلت را غنیمت شماریده در دعا و ذکر الله باش، خاصتا در سه‌یک آخر شب بین اذان و اقامت، در وقت افطار، بعد نماز بامداد تا برآمدن آفتاب. هر زدن قلب انسان چنین میگوید، البته این حیات دقیقه ها و ثانیه هاست.